با عرض ادب و سلام خدمتی اخوانی که شمازان عزیز، اینجا گرده یه نرایی در حقیقت بیدیشتیه ما اینجا هوا نمیرن هوا خودشون رو رفتن و انجا تا نرفتن که یه مایه کفتر ما هستن. البته من بیشتر میخواستم چیز دیگری رو خدمت دوستانم عرض کنم و این که این همون گنجه ایست که پریروز ملاحظه کردید به ایش که رفته بود توش گیر کرده بود و صفشم برد فضله بود، اما چون طول زیر پاشونه کبوتر با فضله هاش هیچ گونه ارتباطی نداره و لذا اگر بیماری چیزی هم وجود داشته باشه و زود متوجه آدم بشه یه گریبانگیر بقیه کبوترها نمیشه که یکی از عمده ترینش همین نظافته. خب پیروز دیدید فضله زیاد بود چون زمستونه بود زیاد میخورن، اما امروز نوبت نظافتشونه و این هم جای دونشونه که اگر برف و بارون البته باشه من داخل دونشون میدم، وگرنه بلا استثناء و از دنیان بیرون. الان این یکی گنجه آقای اخدر مشغول نظافت هستن، تور جمع شده همونطور که میبینید و فضله ها داره جاروش و نظافت میشه. هفته یک بار این کار انجام میشه گرچه کبوتر با کفش ارتباطی نداره. البته زمستون خود این فضله های مقداری ایجاد حرارت میکنن، ولی خب نظافت مهمتر از اون یه گرمایی که ایجاد میکنن. یه خود خونکم باشه خب کبوتر ها عرضم خدمتون خود دونه بیشتر میخورم. الان اومدن بیرون خود کبوتران و آقای اخدر مشغول اضافتشه. یا گفتم که مرازی رو درمیده چجوری ما اینا رو نگهداری میکنیم. یکی از بزرگترین مبانی کبوترداری و کبوتربازی، یعنی این تور زیر پا یکی از مهمترین مسائل هست برای سلامت کبوتر. اینجا داره نظافت میشه و کبوتر برگرد. خداوند برای همه تون سلامتی، طول عمر، سعادت، شفرافی در سلامت، خودتون و خانوادتون هم در سلامت کامل. این گنجه هنوز باز نشده، این گنجه هنوز نظافت هم نشده، بعد از اون میان یکی یکی نوبت بعدی و بعدی و بعدی میشه و اینا دیگه کبوترانی هستن که کبوترانی جلس هستن و هوا میرن و دوباره که ما بلدان متشکرم. با سلام خدمت تمام بزرگواران و عشق‌بازان عزیز، امروز 17 شهریور ماه مهر ماه روز نوبت تمیز کردن زیر پاشون هستش، گرچه زیر پاشون تور میکشیم، الان تورشون رو برداشتیم زدیم عقب که در حقیقت نظافتشون رو انجام بدیم. گفتم یه کلیپی از این سفیدای ما بردیم بوهای صدخندان در حقیقت داشته باشیم.
که انشالله صاف که شد پر و پوشالشون، چون هنوز لکشون به اتمام نرسیده، انشالله تن برن دیگه. حالا ضمن این که نظافتشون میکنیم، من فرصت استفاده کردم چون تو رو کنار زدم، گفتم خال رنگاشون رو هم، چون من با این خال رنگهایی که به این ها میزنم تو نژادهای مختلف اینا رو میشناسم، مثلا این سیمه طلایی ها، مثلا این کله برنجی ها و این خال پیسه ها. اینها رو با رنگ های مختلفی که روی قسمت های مختلف بدنشون میزنم میتونم شناسایی کنم، به خاطر اینکه بسیار بسیار شکل هم هستن، نزدیک به هم هستن از نظر رنگ بندی و بسیار مشکل در حقیقت وقتی میان بیرون بشناسیش کدوم مادره، کدوم دختره، کدوم در حال از چه نژادیه. با توجه به اینکه تمام اینها یه پر توی سینه طلایی ها چرخیدن، خب خیلی مشکله که من بتونم مثلا وقتی رنگ ندارن اینا رو وقتی میام بیرون دون بخورن شناسایی کنم، مگر با شماره‌ای که رو حلقه پاشونه. ولی خب این خال رنگ ها کمک میکنن دیگه، من در ذهنم سپرده شده بعد چند سال که مثلا این خال پیسه ها که دو طرف سینه شون رنگ قرمزه کدوم نژادن، یا این خال پیسه ها که مثلا دو طرف دوششون سبز رنگ کدوم نژاد هستن، یا این هایی که مثلا روی دوششون رنگ قرمز هست. خدا همتون رو زیر سایه خودش حفظ بکنه، ما رو هم دعا بفرمایید، بدونید که ارادتمندی در سید خندان دارید. یا علی مدد، خدا نگهدار همتون.